اسپانسر این برنامه سایت و فروشگاه دوربینت هستش که کلیه تجهیزات فیلمبرداری و عکاسی رو میتونید به صورت آنلاین و حضوری خریداری کنید. آدرس و شماره تلفن فروشگاه داخل سایت هست. سلام، مخلص حمید جهانشاهی هستم. امروز با هم دیگه اینجاییم تا یکی از دوربینای شرکت کنون رو با هم دیگه بررسی کنیم که من خودم خیلی باهاش حال میکنم. اول ویدیو یا آنباکسینگ از خود دوربین دیدیم و دیدیم که داخلش چیا هستش. حالا میخوایم امکانات دوربین رو بررسی کنیم و ببینیم که واقعا ارزش داره این دوربین رو بخریم و اگرم لازمه که بخریم چه کسایی احتیاجشونه که این دوربین رو داشته باشن. خب این دوربین رو شرکت کنون تو سال 2019 معرفی کرده و وزنش هم 450 گرمه که من خودم خیلی باهاش حال کردم، هم به خاطر ابعادش، هم به خاطر LCD 3 اینچی لمسی که روی این دوربین کار شده و تمام چرخشی این LCD که برای ولاگرها که میخوان از خودشون فیلم بگیرن این LCD خیلی خوبه. این دوربین روی خودش یه فلش هم داره که حالا من خودم زیاد از فلش‌های روی دوربین استفاده نمی‌کنم، ولی خب خیلی جاها به کمک آدم میاد. یه رم SD می‌خوره که بغل جای باتریشه و پورتایی که روی این دوربین هستش ورودی میکروفون مینی HDMI و مینی USB. باتری LPE17 میخوره که میتونید باهاش حدوداً 1000 شات عکاسی کنید که میزان خیلی خوبیه. شرکت کنون روی این دوربین از یه سنسور کراپ یا همون APS-C سیموس 24 مگاپیکسلی استفاده کرده و از پردازنده دیجیک 8 روش کار شده که پردازنده که خب تا حد خیلی زیادی تونسته خودش رو نشون بده و این دوربین میتونه عکاسی پیاپی 5 فریم بر ثانیه داشته باشه. رنج ISO یا همون ایزو این دوربین از 100 تا 25600 که خودتون از طریق منوی دوربین میتونید از 50 تا 51600 این رنج ISO رو افزایشش بدید. رنج ISO این دوربین تو بخش عکاسی تا 25600 ولی تو بخش فیلم برداری تا 12800 که میتونم بگم به نسبت خود قیمت دوربین عکسایی با نویز خیلی کم و شارپی خیلی خوب میتونه بگیره. خب شما میتونید با این دوربین توی بخش فیلم برداری 4K 24 فریم و 25 فریم بگیرید که به نظرم خیلی خوبه و فول HD 60 فریم. توی بخش 4K این دوربین تقریبا ضریب 2.6 میخوره به خاطر یه ضریب 1.6 که به خاطر سنسور کراپشه و یه ضریب فکر کنم 1.7 که به خاطر اون سیستم 4Kشه که تقریبا 2.6 میشه. یعنی اگر یه لنزی با فوکال 18 روی این دوربین بذارید تقریبا ضرب در 2.6ش کنید که ببینید اون فوکالی که بهتون میده چنده. و با این دوربین میتونید تایم لپس 4K هم بگیرید که به نظرم امکان خیلی خوبیه که روی این دوربین هست. البته روی دوربین های دیگه هم هستش ولی بازم این دوربین با رنج خودش میتونه تاثیر خوبی داشته باشه. شرکت کنون روی این دوربین از 9 نقطه فوکوس استفاده کرده و سیستم دوال پیکسلی که مخصوص خود شرکت کنونه روی این دوربین استفاده شده. وقتی که از LCDش دارید استفاده میکنید آی دیتکشن هم داره، دنبال کننده چشم انسان هم داره که امکانات خیلی خوبیه در کل. خب اگه بخوام تجربه شخصیمو نسبت به این دوربین بهتون بگم، اول از همه توی بخش عکاسی میتونم بگم که این سیاست‌های شرکت‌هایی که تولید کننده دوربین هست. اگه شرکت کنون روی این دوربین از 45 نقطه فوکوس استفاده می‌کرد به نظرم دیگه کسی نمی‌رفت دوربین 8K رو بخره. پس سیاست این شرکت این بوده که 9 نقطه فوکوس استفاده کرده که این یه ضعف توی دوربین میشه توی بخش عکاسیش که خیلی تاثیر منفی می‌ذاره واسه کسایی که می‌خوان بیشتر عکاسی ورزشی بکنن و عکاسی‌های مختلف دیگه. ولی از لحاظ کیفیت عکس و کم بودن نویزش میتونم بگم که دوربین خیلی خوبی بوده. ولی تو بخش فیلم برداری البته به نظر من شرکت کنون کلا این دوربین رو به خاطر فیلم برداریش تولید کرده و به مخاطبش میخواد بده. به نظر من تو بخش فیلم برداری کسایی که محتوا سازی میکنن و دنبال یه دوربینی هستن با یه قیمت متوسط که بتونن محتوا سازی هاشون رو با کیفیت بهتر از گوشی های موبایلشون انجام بدن این یه دوربین فوق العاده خوبه، مخصوصا LCD چرخشی و لمسی این دوربین که خیلی بهتون کمک میکنه لحظه‌ای که میخواید از خودتون ویدیو بگیرید. و مطمئن باشید که تا چند وقت دیگه همه بلاگرای ایرانی و به اصطلاح ولاگرای ایرانی احتیاج پیدا میکنن به این دوربینا، چون دیگه کم کم گوشی‌های موبایل فکر کنم اونقدی بهتون شارپ بودن و کیفیت این دوربینا رو نده به خاطر سنسورهایی که روی این دوربینا هستش و در مقایسه با سنسورهای گوشی موبایل میتونم بگم که کیفیت خیلی بهتری بهتون میده، مخصوصا اینکه خیلی میتونید روش ادیتای بهتری انجام بدید. مرسی که تا اینجای ویدیو ما رو تماشا کردید. نظرات و سوالات خودتون رو زیر همین پست برای ما بنویسید. ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی، مخلص.